سلام سلام، من امروز اومدم معاینه فنی ماشین. به قول آرتینی ماشین بزرگه رو بردم واسه معاینه فنی و گفتم بعد نیست یه ویدیو بگیرم. حالا یه نکته جالبم اینه که اینجایی که اومدم، حالا اسمش هم میذارم توی توضیحات پایین ویدیو، اسمش و آدرسش رو میذارم، کسایی که حالا میگردونن چون صاحبش در واقع هستن ایرانی هستن. و بعدش هم اینکه گفتم یه توضیح بدم، یه نشون بدم ببینیم پروسه چجوریه، و حالا اجازه گرفتم گفتم میشه از داخلش فیلم بگیریم. گفتش که آره، گفتم یه ذره توش به هم ریخته است، گفتم حالا مهم نیستش دیگه، حالا در حد اینکه بخوام نشون بدیم به چه صورت هستش کافیه. معاینه فنی تو فنلاند بهش میگن کاتساستوس، خیلی عجیب غریبه کاتساستوس. یه سری تجربیاتی حالا ما تو این چند سالی که ماشین داشتیم و کاتساستوس اومدیم حالا کسب کردیم که اونا رو بهتون میگم. اول اینکه ماشین های نو نیازی به معاینه فنی ندارن تا 5 سال. بعد 5 سال هر 2 سال یه بار باید معاینه فنی انجام بشه تا 10 سال، یعنی تا عمر 10 سالگی ماشین 10 سالش بشه، بعد 5 سال هر 2 سال باید معاینه فنی انجام بشه. بعد از اونم که دیگه هر سال باید معاینه فنی انجام بشه. یه نکته که من امروز متوجه شدم، به خاطر اینکه من لاک زمستونه این ماشین رو هنوز عوض نکردم ولی باید در واقع عوض بشه تو این زمان، این بودش که من زنگ زدم اینجا پرسیدم که آقا من لاستیک زمستونه رو عوض نکردم، اوکیه؟ گفتش که ما به لاستیک زمستون تابستونه کاری نداریم، فقط باید لاستیک کیفیتش خوب باشه. یعنی در واقع شما اگه زمستون و لاستیک تابستونه هم بیاین از نظر این معاینه فنی مشکلی نداره، پلیس ممکنه بهتون گیر بده و که اونم اگه بفهمه بهتون گیر میده. بعد یه نکته دیگه ای که کاتساستوس حواستون باشه، بعضی اوقات میبینید رو درش زده 20 یورو مثلا کاتساستوس، 30 یورو کاتساستوس، بعد میبینید کاتساستوس انجام میدیم این ازتون شمون 60 70 یورو رو گرفته. هزینه کاتساستوسی که من واسه این دادم الان 60 یورو بود و تازه متوجه میشین که اون 20 یورو 30 یورو مثلا فقط هزینه چک کردن آلایندگیش بوده، بعد بقیه‌اشو حتما اونها بقیه چیزا رو باید حتما انجام بده. هزینه معاینه فنی هم بین 60 تا مثلا 70 75 بستگی به جاهای مختلف میزن متفاوته. و حالا خوبی ماشین ما اینه که هم با گواهینامه پایه 2 یا اون بی میشه رانندگی کرد چون زیر 3500 کیلوه، و هم اینکه معاینه فنیش هم با معاینه فنی های ماشین معمولیش فرقی نمیکنه، چون اگه یه ذره سنگین تر باشه، بیشتر از 3500 کیلو باشه و نشه با درایو با گواهینامه تایپ بی رانندگی کرد، اون وقت باید فکر کنم ماشین برای جای مخصوص واسه معاینه فنی. یه نکته دیگه ای که باید بهش توجه بکنید اینه که شما اگه آنلاین وقت بگیرید برای بعضی از معاینه فنی ها کاتساستوس ها ارزان‌تر واسهتون تمام میشه. میتونید برید مثلا بگید من ماشین آوردم میخوام کاتساستوس انجام بدم، وقت رزرو نکردن، یارو میگه بعد بشینید مثلا اوکیه واسهت انجام بده، ولی نمیگن گرونتره، بعد تاش میبینید مثلا 10 15 یورو گرونتر از موقعی هستش که زمان رزرو بکنید. یه نکته دیگه ای هم که باید بهش دقت بکنید اینه که آمادگی جزئی داشته باشه که ماشینتون خراب شد چیکار میخواید بکنید. چون ما یه بار ماشینمون بردیم کاتساستوس، چون به این سیستم ترمزش و روغن ترمز و اینا خیلی فشار میاد، بعد از یه جای زد بیرون، بعد دیگه مثلا ما مجبور شدیم با همون حالت ببریمش مثلا نزدیکترین تعمیرگاه. یه آمادگی اینجوری هم داشته باشه که اگه مثلا حالا این وارما کاتساستوس خوبیش اینه که خودش تعمیرگاه داره، اگه اتفاقی بیفته میتونید ماشین بذارید همونجا واسهتون تعمیر بکنه. تجربه دیگه هم که حالا این سری کس کردیم، به خاطر اینکه ما این ماشین رو، این ماشین بزرگ کمپر رو از ترافیق، حالا از جاده خارجش کرده بودیم، نمیدونم اصطلاحش به فارسی چی میشه، ولی به این صورت بود که دیگه traficcom.fi اگه برید شما میتونید ماشینتون مثلا اگه استفاده نمیکنید از حالت این که مثلا، یعنی بهشون میگی که آقا من ماشین استفاده نمی کنم، تو این حالت مالیات کم میشه، یعنی دیگه ازتون مالیات نمیگیرن تو اون مدتی که ماشین خوابیده. و اینکه بیمه هم حالا بستگی به بیمه تون باید باش صحبت کنیم با بیمه، بیمه هم به شدت کاهش پیدا میکنه مبلغ بیمه. و مثلا همین ماشین کمپر ما روزی 2 یورو مالیاتشه، که وقتی ماشین مثلا حالا بگیم ما از ماشین استفاده نمی کنیم و ماشین هم نباید تکون بدین دیگه، اون 2 یورو رو در واقع سیو میکنیم، بیمه هم کلی سیو میشه. مثلا هوندا سیویکمون اون مثلا حدوداً 50 سنت هر روز معاینه چیزش مالیاتش، اینا رو میتونید سیو کنید. مثلا اگه سفری دارید میرید طولانی مدت، قبلش اصلا با بیمه تو مطمئن باشید که بیمه مشکلی پیدا نمیکنه، و مثلا اگه بیمه بدنی دارید مثلا مطمئن شید که آقا ماشینو از ترافیکام در بیارید، بهش به انگلیسی میگن دیکامیشنینگ، حالا کامیشنینگ میشه مثلا دوباره برگردوندن به حالت استفاده، مطمئن شید که بیمتون یه وقت مثلا کاور بکنه اگه اتفاقی واسه ماشینتون بیفته. اگه میرید ایران یا سفری مسافرتی جای طولانی مدت میرید، میتونید دو تا چهار تا بکنید ببینید بهتره که این کار انجام بدید یا نه، که معمولا بهتره که از ترافیک بکشید بیرون ماشینو، اصطلاحش نمیدونم چی میشه. هزینه
دیکامیشنینگ یا همون از جاده خارج کردن ماشین 6 یوروه و 6 یورو پرداخت میکنیم اون کار انجام میشه. هر چه داد بارم بخوایم میتونیم این کارو انجام بدیم. منتها وقتی کامیشنینگش میکنه، یعنی میخوایم برگردونیم به حالت اینکه مثلا آقا میخوایم استفاده بکنیم، تا 10 یورو بعدش بیمه 10 یورو مالیات ازتون به هر حال کم میشه. شما اگه مثلا امروز بردارید فردا دوباره کامیشنینگش کنین، 10 یورو به علاوه پول مالیاتو باید پرداخت کنین. این کارو کردن که هر کسی نیاد مثلا آقا 2 دقیقه بیاد برداره مثلا استفاده بکنه، دوباره چیز بکنه، دوباره مثلا کامیشنینگش بکنه. یه نکته خیلی مهمی که من امروز متوجه شدم این بود که خب ما ماشین دیکامیشنینگ بود، اوت اف رودش کرده بودیم، حالا بخوام حساب بگیم درستش نمیدونم درسته یا نه، ولی بعد گفتیم خب میخوایم بیام کاتساسوس، بعد حتما دوباره برش گردونیم همون کامیشنینگش کنیم و برگردونیمش به جاده دیگه، یعنی مثلا پلیس جلومونو بگیره خب ممکنه گیر بده. بعدن که اومدم اطلاعاتمو بیشتر کنم این کارم کردیم، فهمیدم که اصلا نیازی به این کار نبوده. شما در واقع همون رزرویشن کاتساسوسو داشته باشین، اگه پلیس جلوتونو و همون روز بیاید مثلا کارشو انجام بدی، اگه پلیس هم جلوتونو بگیره میتونی بگی آقا من می‌خواستم برم، یعنی در واقع فقط می‌خوام کاتساسوسش انجام بدم، اون ماین فنیش انجام بدم، از نظر پلیس اوکی بودی. من یه توضیح هم بدم، چراغا رو که با این چک کردن تو هم حالا راهنما و نمیدونم چراغ راهنما و چراغ ترمز و همه اینا رو چک میکنن، کمربند ایمنی رو هم میکشن مطمئنشن درست کار میکنه، برف کنار هم چک میکنن و در کل همه چی چک میشه. جایی میرن که چال داشته باشه. آره راحتره. ما هم این کوچیک ها رو میتونیم اندازه بگیریم ولی بزرگتر ندیدیم. تا اینجا چطور بود زیرش و اینا؟ خوب بوده. مشکلی نداشت. یه چیزی هم که امروز حالا باز متوجه شدم و همین آقا جلال صاحب اینجا در واقع به من گفت، من ازش پرسیدم همه چیز اوکیه، گفت آره اوکیه، همه چیز خوبه، فقط گفتش یکی از لامپا سوخته، یکی یا دوتا گفتش،
که اونم حالا میدونم دلیلش چی بود، بخاطر اینکه برف زده بود زیر سپر، یه ذره سپر جابجا شده بوده، اون لامپا احتمالاً جاشون چیز کنه تکون خوردن و مشکل نه، چون راهنماشو درست کردم، فهمیده بودم راهنماش کار نمیکنه، درست کردم، بقیه رو درست نکرده بودم، یعنی نمیدونستم که خرابه. گفتم خب چه جوریه، من اینو باید ببرم تعمیرش کنم دوباره بیام؟ گفت نه، درجه بندی داره خرابی و این خرابی درجه یک محسوب میشه و وقتی خرابی درجه یک هستش شما تا 3 تا مشکل میتونه ماشینتون داشته باشه و ایرادی نداره از نظر ما. حالا درجه 2 و 3 شو نپرسیدم چی جوریه، ولی میدونم اینجوری هستش که اگه ماشینتون مشکلش اساسی باشه بهتون یه وقت مثلا یه ماهه میدن که شما برید مشکل رو برطرف بکنید، ماشین رو دوباره بیاین و هزینه بدین و دوباره کاتساسوس واسهتون معاینش انجام بشه. این فکر کنم حالت بعدیش هسته. یه مدل دیگه هم هستش که حالا واسه ما قبلا اتفاق افتاده، این بودش که میگفتش که خب این مثلا این مشکل خیلی حادی نیست، تا این تاریخ بعد اینو برطرف کنه، ولی نیازی نیست بیای ماین فنی و خودت میری و انجامش میدی و دیگه نیازی نیست بیای هزینه پرداخت کنی دوباره ماین فنی انجام بشه. اون ولی خب به این صورته که توی اطلاعات پلیس میره که آقا این مثلا این مشکلی داشته و باید حلش بکنه و پلیس اگه مثلا بعد یه مدتی مثلا حالا جلوتونو بگیره و ببینه که شما مشکلی داشتی میاد چک میکنه ببینه مشکل رو برطرف کردین یا نه. اگه نکرده باشید فکر کنم جریمه بشید دیگه، نمیدونم چقدر و چه جوری شه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم اگه تا حالا سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید و ممنون میشم ویدیو رو هم لایک کنید اگه دوست داشتید. و اینکه اگه سوالی چیزی هم دارید حالا کامنت بنویسین، اگه جوابشو بدونم حتما جوابشو میدم دیگه، اگه جوابشو بدونم حتما جواب میدم بهش. موفق باشید، به امید دیدار.